بیش از 75 سال ایرانیان از 21 آذر به عنوان روز نجات آذربایجان یاد می‌کنند. مورخان از عدم خروج نیروهای شوروی از آذربایجان ایران بعد از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان نخستین برخورد جنگ سرد نام می‌برند. سارا دماوندان از روز بزرگداشت این روز در آلمان گزارش می‌دهد. حزب نهاد پادشاهی در اروپا روز شنبه به مناسبت گرامی داشته 21 آذر که از آن به عنوان روز نجات آذربایجان یاد میشه، با هدف حفظ تمامیت ارضی ایران و با حضور شماری از ایرانیان، یاد این روز را زنده نگاه داشتند. حزب نهاد پادشاهی در اروپا روزهایی که برای تاریخ ایران و در زمان پادشاهی و شاهنشاهی خاندان پهلوی مهم بوده و حتی در روزها و تاریخهای گذشته باید یادآوری کنه و امروز تک تک ایرانیان باید این روزها رو بشناسن. از این روی ما ترجیح میدیم این روزها رو یاد ملت ایران بندازیم و نسل جوان رو با تاریخ ایران و آنچه در تاریخ شاهنشاهی ایران گذشته باهاشون آشنا کنیم. خب در نبرد بین حقیقت و دروغ باید از حقیقت دفاع کرد. مسئله اینه که تمام تلاش برخی از جریان‌های ایدئولوژیک که ضد ملت ایران هستند این بوده که تاریخ واقعی ملت ایران رو تحریف بکنن و اجازه ندن که آگاهی ملی تو ایران شکل بگیره و مردم ایران بدونن که در کجا قرار گرفتن و باید به کدوم سمت حرکت بکنن. این آشفته کردن ذهن تاریخی ملت ایران باعث پیدایش پیامدهای شوم و سرکار آمدن جریان‌های ضد ملی میشه. برای اینکه بشه از پس این بر اومد باید حقیقت رو یاری داد، باید پشت حقیقت ایستاد و زورش رو بیشتر کرد تا بر جامعه ایران جاری بشه و مردم با دانستن تاریخ واقعی کشور خودشون، دلاوری هایی که شده در راه دفاع از ایران و یک پارچگی ملت ایران بتونن با بازشناسی دوباره خودشون، با فهم موقعیت تاریخی خودشون بتونن از پس بحران‌ها و تهدیدها و جریان‌های ضد ملی بر بیان و به عنوان یک ملت تاریخی، یک ملت یک پارچه، حکومت مناسب خودشون رو برقرار بکنن و به کمک اون در راه زندگی بهتر حرکت بکنن. پس از پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای انگلستان و آمریکا بر اساس توافقی که متفقین با تقاضای محمد علی فروغی نخست وزیر با ایران امضا کرده بودند، خاک ایران رو ترک کردند. اما نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از خروج از بخش‌های اشغالی ایران در آذربایجان تفره می‌رفتند و مقدمات جدای اون رو فراهم می‌کردند. محمد رضا شاه گفته بود گر دستانم را قطع کنند سند جدای آذربایجان را امضا نخواهم کرد. قوام السلطنه نخست وزیر با سیاستی که در پیش گرفت و بعد از سفر به شوروی و دیدار با استالین و تهدید دولت آمریکا، نیروهای شوروی وادار به خروج از ایران شدند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.